سلام عرض میکنم خدمتون دوستان عزیزان آشنایان با جلسه 15 هم از کارگاه مجازی شهر ترانه کومه در خدمتون هستم جلسه قبل ما دو مصره از یکی از دو بیتیهای های بابا تاهر رو تختی کردیم و دو, دو مصره دیگر رو در دو مصره رو تختی کردیم دو مصره دیگر رو گفتم که خودتون تختی بکنین و بر من کامنت بذارین توی زیر ویدیو امروز قرار یه مبحث خیلی 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 مهم و ساده رو با هم کار بکنیم روی همون وزن دوبیتی ببینیم اصلا وزن دوبیتی چیه غالب دوبیتی چیه و چه کسایی بهترین دوبیتی سرایان ایران بودن شما شما شود بچه ما وزن دو بیتی گفتیم چی میشه؟ میشه این درسته؟ تتن تن تن تتن تن تن تتن تن اوکی؟ این وزنی بود که ما به دست آورده بودیم الان یک مصره اینجا از خودم دارم روی این وزن یک مصره از یکی از دو بیتی های منه دلش از غصه لبریز است انگار سکوتش هم غمنگیز است انگار خش و خش میکند له برگ ها را صدای پای پاییز است انگار این یکی از دو بیتی های منه و اگه دقت بکنین من سعی میکنم خود کل دو بیتی رو برای شما بنویسم زیر ویدیو اگه دقت بکنین مصرع اول مصرع دوم و مصرع چهارم با هم همقافیه هستند که حالا اینجا است انگار به عنوان ردیف هم اومده لبریز غمانگیز و پاییز قافیه های این دو بیتی هستند اگه دقت بکنیم مصرع اول مصرع دوم و مصرع چهارم توی دو بیتی مصرع سوم در واقع اختیاریه که قافیه بیاریم یا نیاریم معمولا نمیارن برای اینکه این کار باعث میشه ضربه انتهایی در مصرع چهارم یا در خوشه چهارم در واقع بیشتر بشه خب اینو ما با هم تختی میکنیم دلش از غصه لبریز هست انگار دقت بکنین بچه ها. به نکتهایی که باید دقت بکنین کلمه غصه است که تشدید داره غصه اوکی لش از غصه لب اینجا هم دقت بکنین بچه ها لبریز از درسته اینجا این الف ادغام میشه میشه لب ری زست میبینین انگار انگار هم که اینجوری نوشته میشه در واقع انگار تختی میشه اینجوری گار در انتهای مصر قرار داره و میشه جای بلند اوکی پس دو نکته داشت یه دونه اینجا غصه یه دونه هم اینجا که درست خوندن در واقع خانش درست شعر رو باید دقت بکنیم بهش دلش از غصه لبریز است انگار این از این اگه دقت بکنین ما این وزن رو داریم در واقع وزن دو بیتی رو حالا دقت بکنین اینجا رو بچه ها خیلی مهمه ما توی هر شعری اگه به این وزن برخورد به این رکن اگه برخوردیم اوکی تن 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 اسمش رو میتونیم بذاریم ما فا ای لون. درسته؟ یا کنین ما فا ای لون اوکی این که هجای تکرفی ماه هجای کوتاه، هجای بلند هجای بلند هجای بلند مفائیلون رکن دوم چیه؟ مفا ای لون این رکن سوم بچه ها دقیق بکنین این هم در واقع همین بوده دیگه خب فقط این هجای بلند انتهایی حذف شده پس میشه چی میشه؟ مفائی که به جای این مفائی ای میتونیم حتی اینم بگیم فعولون ببینین ف نمیدونم اینجا دیده میشه یا نه اینجا براتون می نبیسم. میشه ف او لون به جای این م ف اومده به جای فا او اومده و به جای ای لون ف او میشه مفا ای مفائیلون ف او یا مفائیلون مفائیلون ای, مفا ای, مفا ای اوکی این وزن تمام دو های در واقع شعر فارسیه تمام دو بیتی های شعر فارسی بر روی این وزن نوشته میشن یک در واقع یک مصرع از چهار تا مصرع یازده هجایی در واقع تشکیل شده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده هر مصرع دو بیتی یازده هجا داره که به این ترتیب باید باشه تتن تن تن تتن تن تن تتن تن 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 مفائیلون مفائیلون مفائی یا مفائیلون مفائیلون فعولون این از این بچه ها پس دقت بکنین ما بعدا به در واقع چیزهای دیگه به رکنهای دیگه هم بر میخواییم که اونا هم اسمهای خودشون رو دارن ولی سعی میکنیم کم کم نمیخوام لیست بذارم جلوتون بگم این لیست رو حفظ بکنین کم کم باید با این اسامی آشنا بشین تا بهتر توی ذهنتون بشینه مسلط بشین بهش اینکه لیست بذارین جلوتون و حفظ بکنین کار چندان جالبی نیست پس اینو از این از از اینجا یاد میگیریم بهترین دو بیتی سرایان ایران هم میشه از بابا تاهر مثلا نام برد بابا تاهر اوریان یا فائز دشتی این کارهای اینا رو میتونین بشینین و کل کارهاشون رو تختی بکنین و باید به این وزن برسین بچه ها. مفایلون مفایلون فعولون، تموم شده رفت سر اون تمرین ها وقتی اونها رو تختی میکنین متوجه میشین که بعد یادتون میاد نکاتی که ما تا اینجا یاد گرفتیم تا اینجا باشون برخورد کردیم ممکن یه سری یاد، یادتون رفته باشه ولی وقتی تختی میکنین توی اون تمرین ها دوباره اونها رو به خاطر میانین انقدر کار میکنین انقدر کار میکنین که ملکه ذهنتون میشه و خودتون میتونین از اون اختیارها از اون قوانین استفاده بکنین این از این جلسه 15 هم, تموم شد اه... تا ببینیم جلسه 16 چی میاد سراغمون تا <applause> جلسه بعد